تا اسفند 60 به ویژه دوره است که بسیار مورد پرسش کسانی است که زخم خوردن از حکومت جمهوری اسلامی در همون دوره و بعدها هم. دوره است که سازمان اکثریت، رهبری سازمان اکثریت و طبیعتاً بنده از شما سوال میکنم به عنوان شاخصترین چهره رهبری سازمان در اون موقع، همکار حکومت جمهوری اسلامی است، حتی در لو دادن افرادی که مخالف حکومت بودن، حالا یا مسلحانه مبارزه میکردن یا غیر مسلحانه، هواداره خیلی از سازمان ها. میدونید از نگاه انسانی در واقع به جان انسان ها وقتی نگاه میکنیم چگونه میشود این سیاست رو توجیه کرد؟ خب این موضوعی که شما مطرح کردید از جانب کسانی مطرح شده که کوچکترین مسئولیتی در برابر اونچه که بیان میکنند بر عهده نمیگیرند و اتهام میزنند و بعد هم میگریزند. امیدوارم که شما که در اینجا در مقام پرسشگر بی پرده بی تعارف نشسته اید، در این زمینه اگر فکتی وجود داره، اگر کسی وجود داره عنوان بشه. اجازه بدید من براتون بخونم. اجازه بدید من براتون بخونم. نشریه کار اکثریت شماره 122 مرداد ماه سال 60. بله. عناصری از گروهک آمریکایی رنجبران نیز در بسیج عشایری نفوذ دارند که بجز سید حسن خاموشی، اسما رو ردیف میکنیم، من عرض میکنم توی اون نشریه، حالا منظورم شخص شما نیست، که بجز سید حسن خاموشی، سید جمال حیدری، تو پرانتز پسر سید نصرالدین حیدری، اسامی بقیه عبارتند از یه سری اسم دیگه. ادامه مطلب. طبق اخبار رسیده پس از عزل بنی صدر و تحت تعقیب قرار گرفتن فرخ سنجابی، وی در خانه شخصی به نام احمد اسدی که از ثروتمندان مشهد می باشد مخفی شده است. یعنی آدرس دادن اینجوری به اطلاعات خوب صریح‌تر از این نمیشه آقای نگهدار، چون گفتیم فکت من دارم عرض میکنم خدمتون. فرخ سنجابی تصمیم دارد که به خارج از کشور فرار کند، همچنین در منزل سید حسن خاموشی، مشاور سید نصرالدین حیدری، افرادی چون خسرو سلیمی، رشید سلیمی، جهانبخش اکبری فلان. معلوم شد که موضوع چی است. بفرمایید. آ این یکیشه، من بقیه رو خدمتتون عرض میکنم. از دوران قبل از انقلاب تا سالهای اول انقلاب، سازمان چریکای فدای خلق در اون زمان و قبل از انشعاب اقلیت و اکثریت هم این سیاست وجود داشته که ما نیروهای اجتماعی رو به دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب تقسیم بکنیم و کسانی که نیروهایی که در انقلاب بهمن مشارکت نداشتند رو و در مقابل انقلاب بهمن ایستادند رو نیروهای ضد انقلاب بنامیم. اونها شامل محافل وابسته به سلطنت و برخی از قبایل یا نیروهای ایلاتی که با دستگاه سلطنت در اون زمان مثل پالیزبان و غیره همکاری میکردند. شما درست میگید، کاملا دقیقه. نیروهایی که در انقلاب شرکت نداشتند و در مقابل اون ایستادند، در علیه انقلاب ایستادند، قبل از پیروزی انقلاب ما اونها را تفکیک میکردیم و در اون زمان خواهان سرکوب اونها، خواهان دستگیری اونها و خود ما هم جز نیروهایی بودیم که در انقلاب شرکت داشتیم. برخی از این اعضای وابسته به سازمان امنیت سابق را حتی دستگیر کردیم، تحویل دادیم، در روزنامه همون هم نوشتیم. اون بحثی که مطرح بوده در عرض این 30 سال مربوط به این گروه هایی که شما نام بردید نبوده، اونها مربوط به نیروهایی بوده، ما متهم بودیم به همکاری با جمهوری اسلامی علیه گروه هایی که در انقلاب شرکت داشتند و پس از اون زیر سرکوب جمهوری اسلامی ایران. رنجبران آقای نگهدار، رنجبران و اتحادیه کمونیستا به فرض، رنجبران و اتحادیه کمونیست، اتحادیه کمونیستا، اتحادیه کمونیست، مجاهدین که میفرمودید. نه ببینید، بذارید من عرض کردم که خالصا مخلصا میخوام ازتون بپرسم. به هیچ وجه من نمیخوام پولمیک سیاسی بکنم با شما، طبیعتا نه در جایگاهش هستم، نه دلم میخواد که این چند دقیقه‌ای که داریم به بحث در واقع بدون نتیجه بگذره. ببینید، سازمان رنجبران یک سازمانی بود که بچه‌هاش توی انقلاب حضور داشتن. اتحادیه کمونیست ها، اینکه قبول داریم یا نداریم و نظراتمون این بحث دیگری است. اتحادیه کمونیست ها که بعد تبدیل شد بخششون، بخش زیادشون، به
گروه سربداران و در آمل جنگلای آمل مبارزه مسلحانه کردند. باز کسایی بودن که در انقلاب بودن. اگر بخوایم اینجوری تفکیک کنیم، غیر از این شما سازمان مجاهدین رو برای مثال، من برای این دوره بندی کردم، سازمان مجاهدین رو دنبال روی سیاست آمریکایی میگید اینها رو، و بعد گروهک میگید در تا سال 60 فراوان در نشریاتون، ولی حالا میگذریم که در سال میرسیم به اونجا که در سال 64 خودتون نصر اصلا شبیه مجاهدین پیدا میکنید و میگید که حکومت ارتجاع داره به ما و مجاهدین و حزب توده حمله میکنه. من برای همین دوره بندی میکنم که مستقل بپردازیم. تا سال 60 ارزم نیست. در مورد رنجبران، در مورد رنجبران بگم که سازمانی نبود که مسلحانه علیه حکومت اقدام بکنه. مواضعی داشت که خب خیلی به نظر ما مواضع طرفدار آمریکا و علیه سوسیالیسم عملا موجود مبارزه میکرد، و من میپذیرم که برخورد ما با سازمان رنجبران برخورد نادرست بود. در مورد اتحادیه کمونیست‌ها که دست به اسلحه بردند و جنگ مسلحانه راه انداختند و به آمل حمله کردند و مردم آمل و بابل در مقابل اونها ایستادند، اون امر صلاح‌الدینه. ما در مقابل حرکات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران موضع داشتیم و خواهان قطع اون بودیم، اون رو به زیان می‌شناختیم و در مقابلش هم ایستادیم. این موضوع من الان دفاع میکنم از اون ایستادگی در برابر حملات مسلحانه. حتی در این حد که آیه نگهدار، حتی در این حد که اسلحه میگیریم، بله، اگر شما در برابر عملیاتی که دست به سلاح میبرند و در شرایطی که درگیری اجتماعی وجود داره، بخشی از مردم مخالف حکومت هستن، بخش اقلیت هم هستن و بخش اکثریت حامی حکومت، درگیری نظامی به وجود میارن، بمب میذارن و منفجر میکنن، شما اگر هم شما بودید و علیه این حرکت نایستادید، من به شما انتقاد دارم و میگم این کار اشتباهی بوده که انجام دادید. اون کسانی که بایستن از مبارزه مسلحانه دفاع کردند، اونها میباید محکوم بشن، نه کسانی که در مقابل مبارزه مسلحانه از این اقدامات انتقاد کردن. ببینید آقای نگهدار، دو تا موضوع اینجا هست. یکی این است که شما الان مسئله فقط مبارزه مسلحانه رو مطرح میکنید، بسیار خوب، حرف روشنی است، هر کسی باهاش میتونه موافق باشه یا مخالف باشه، ولی در قبل از سال 60 تا اون موقع به ویژه تنها کسانی نبودن که مبارزه مسلحانه میکردن و شما علیهشون مینوشتید، شمای رهبری سازمان اکثریت، گفتم سازمان رنجبران یه نمونه است، و غیر از سازمان رنجبران اصولا هر نیرویی که در خط امام نبود، شما به عنوان نیروی ضد انقلاب و نیروی آمریکایی و نیروی وابسته به امپریالیسم فراوان است. من همینجا چند تاشو دارم، اگر خواستید براتون میخونم، من برای ضیق وقت اینا رو بزنم. نه من قبول دارم حرف شما رو، بخصوص در رابطه با لیبرال ها، در مورد نهضت و آزادی، بخشی از جبهه ملی که جبهه ملی داخل بود، سیاسی، حتی کسایی که بود نیروهای سیاسی منقد و مخالف بودند و ما با اونها به خود مجاهدین رو جدا صحبت میکنیم، چون مجاهدین مقوله سواست. در مورد جریان هایی که خودشون رو ملتزم به قانون میدونستند، مبارزه سیاسی میکردند، ولی مشی حکومت جمهوری اسلامی رو، مشی آیت الله خمینی رو قبول نداشتند، مثل مرحوم مهدی بازرگان و کسانی که سبک فکر ایشون رو داشتند. ما در این دوره متاسفانه علیه این نیروها موضع گرفتیم، اونها رو وابسته به آمریکا و سیاست آمریکا معرفی کردیم، اونها خودشون عرق ملی داشتند، برای آزادی و استقلال ایران مبارزه می کردند، و من بارها و بارها نوشتم و گفتم که این سیاست غلط بوده و اگر مهمترین اشتباه سیاسی دورانی که من مسئول سازمان بودم رو بخواهید نام ببرید، سیاستی است که نسبت به لیبرال های ایران، به خصوص نیروهای ملی مذهبی ایران، ما پیش گرفتیم. ولی جان آدم های این وسط ممکن بود برود. آقای نگهدار، من در آغاز صحبت خدمتون عرض کردم که فرض بفرمایید آقای امیر انتظام وقتی که شما در کار می نویسید که چرا این جاسوس آمریکایی رو زودتر محاکمش نمی کنین و با قاطع ترین شکلی بهش برخورد بکنید، می دونید من هر وقت فکر مورد... این چیزها رو می کنم آقای نگهدار، من طبیعتا مثل شما امیر انتظام سیاست ندارم، برای همین نه، در مورد انسانی قضیه میگم، در مورد امیر انتظام اسمش نگاه میکنم وقتی که مورد... حکم میدم اینجوری، میدونید درباره آدم در مورد آقای امیر انتظام اجازه بدید که توضیح بدیم که
تا اونجایی که مطلع شدم سازمان فدایان خلق ایران اکثریت برای ایشون مستقیما پیام داده و ایشون هم مستقیما پیام دادن برای سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و سازمان از ایشون پوزش خواسته و ایشون هم پذیرفتند و مناسبات ما با آقای امیر انتظام، مناسبات سازمان فدایان با امیر انتظام آنگونه نیست که شما الان میگید. امیدوارم که روزی برسه که پرونده هایی که مربوط به نوعی حالا جاسوسی یا اقدام علیه امنیت بوده در فضای باز در با حضور طرفین مورد بررسی قرار بگیره.